اینه که خواهش میکنم گارد بیزینس هاتون رو آماده ی افزایش قیمت ارز نگه دارید. یعنی چی؟ یعنی بدهی ارزی هرگز ایجاد نکنید و مطالبات ارزی تا دلتون میخواد ایجاد کنید. آقا پول شما رو نمیخوام بدن، دیر میخوام بدن، مدت دار میخوام بخرن به ارز بدن، اصلا به کاتود بدن، به کامودیتی بدن، مدت دار یعنی یا ارز یا یه چیزی که به ارز قیمت میخوره، اما بدهی ارزی ایجاد نکنید. با تامین کننده کار میکنید، خیلی شما رو قبول داره، میگه آقا بیا خط اعتباری بهت بدم تو برو یه سال دیگه بیا مطالبات ارزی تو تسویه کن. نکنید. چقدر من تولید کننده تو ایران بتونشون بدم که قیچی شده تو این افزایش قیمت های ارز، با دلار 40 تومانی کالا آورده، با دلار 50 تومانی فروخته، با دلار 80 تومانی بعد تسویه کنه، یعنی کلا هر چی در آورده داره جایگزین بکنه. دیگه چند بار شما از یه سوراخ بعد گزیده بشید برای اینکه متوجه بشید که در شرایط رکود تورمی گارد بیزینس هاتون همواره بعد آماده افزایش قیمت ارز باشه. به دوستان به شوخی هم گفتم اینو به عنوان معلم از من بپذیرید، بیزینسمن و تولید کننده تو ایران حافظه‌اش هم مثل ماهی میمونه. مثلا ما میگیم گارد بیزینس هات آماده افزایش قیمت ارز باشه، میگه آقا دلار که ثابته، من میگم بابا لامصب 7 8 ماه ثابته، تو 5 سال گذشته رو نگاه کن، از 3000 تومان رسیده 60000 تومان. برای همین یه اصله، از همین یک 1403 بگید آقا من بدهی ارزی ایجاد نمیکنم، رکود میشه، تولیدم پایین میاد، نقدی بعد بخرم و دارم استقراض ریالی بکنم، همین کارا رو بکنید ولی بدهی ارزی ایجاد نکنید. چون یهو یه افزایش این وسط پیش میاد که میگم هر چی رسیده بودین پنبه میشه به قول قدیمی ها. اگر میخواین بیزینس توسعه بدید، خدمات در حوزه بی تو سی، بیزینس های خدماتی، پلتفرم های آنلاین، خب میدونید اصلا هلدینگ های بزرگ اقتصادی در طی سال گذشته در ایران علی بابا بودن، دیجی کالا بودن، اسنپ بودن، دیگه فولاد مبارکه نبوده، دیگه زباهن نبوده، اینا واقعا بزرگایی که شما میشنوید در طی سالهای گذشته حوزه های خدمات بودن در اقتصاد ایران دیگه، حتی در سطح ملی کلا، و بیزینس های بی تو سی بودن و بیزینس هایی که یک نوآوری درشون بوده، بخش اقیانوس آبی منظورم اینه، یعنی یک ایده جدیدی، یک سرویس جدیدی، یک کار جدیدی دارید انجام میدید. تولید در ایران امروز فقط در دو حالت آغازش معنی داره، تولید جایگزین واردات یا تولید با هدف صادرات. در غیر این صورت من به شخص زیر بار هیچ تولیدی تو ایران نمیرم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا بگید شما در حوزه صنعت لبنیات مثلا که شما استادید، مثلا کاله هست، میهن هست، پگاه هست، بگید آقا منم امروز میخوام برند لبنیات بزنم بیام تو ایران از اینا سهم بازار بگیرم، دیوانگی در شرایط فعلی، چون رقبای قدیمی با قدرت وجود دارن و الان فرصت سهم بازار گرفتن نیست، چون کیکه که بزرگ نمیشه، کیکه داره کوچیک میشه. شما مثلا مثال میذارم در صنعت لبنیات بدید از کاله سهم بازار بگیری، نمیتونی بگیری دیگه. دوران قیمت گذاری بر اساس روش های کاست پلاس گذشته. کاست پلاس چی بود؟ یک اکسل میذاشتید جلوتون، گفتید که علی آقا بنویس مثلا 20 مدل کالا داشتید، میگفتین که خب 30% بذار رو همش، ما میگیم کاست پلاس. این تو ایران جواب نمیده. امروز تو افزایش قیمت من یک جمله فقط بهتون بگم، هر کالا رو از نظر قیمتی یا هر خدمت رو از نظر قیمتی باید بردارید بشونید سر جاش. شما یک محصول و خدمتتون رو ممکنه سال دیگه بتونید 10% افزایش بدید، یکی رو ممکنه 50% بتونید افزایش بدید بر اساس واکنشی که تو بازار داره، بر اساس جایگاهی که داره، در اصل محصول مکمل یا محصول جایگزینی که داره. ما بهش میگیم الگوی قیمت گذاری value based. خیلی کار ظریفی قیمت گذاری امروز در ایران، اینکه همه رو 20%، همه رو 30%، تولید کننده همینه دیگه به من نگید کلا، من که دیگه بلدم شما رو، اینجوری نیست. یعنی بر اساس کشش پذیری محصول یا خدمتتون توی بازار قیمت‌های مختلفی باید افزایش بدید. این خیلی ظریفه امروز. مثلا من تولید کننده پوشاک میشناسم که مثلا میگه من پالتوم تا 70% میتونه قیمتم بره بالا، ولی مثلا اینم تا 30% بیشتر نمیتونه بره بالا، یعنی گیر میکنه دیگه، یعنی بازار کاملا یک دفعه قفل میکنه. این روش value based ما بهش میگیم در قیمت گذاری. اگر ایده جدید تولیدی دارید، به استراتژی تولید بدون کارخانه امروز تو ایران خیلی فکر کنید. یعنی ما ظرفیت های خالی بسیار زیادی در کشور داریم، که شما اگه ایده جدیدی دارید میگید آقا من میخوام برم مثلا مکمل های غذایی تولید کنم، من میگم به جایی که همون اول برید خط تولید بزنید، سوله بزنید، این داستانا،
اینا رو نزنید، برید از این خط تولیدایی که وجود دارن استفاده بکنید، یه بار فرایند تولید رو انجام بدید، بفروشید، ببینید بلدید بفروشید، ببینید تخمیناتون درست بوده، بعد بیایید کپکس ایجاد بکنید. یعنی همون اول یه دفعه شروع نکنید به اینکه سرمایه ثابت ایجاد بکنید تو بیزینساتون. ما بهش میگیم تولید بدون کارخانه. در صنایع زیاد، صنایع مواد غذایی خیلی امروز استراتژی های تولید بدون کارخانه در اقتصاد ایران جواب میده. تو کاشی سرامیک همینطور، خیلی از این برندهای معروف سرامیکیه کشور که شما هم اسمش رو شنیدید، اینا کارخونه ندارن یا بخش زیادی از تولیداتشون تو کارخونه خودشون نیست، از ظرفیت ها دارن استفاده میکنن و عملا دارن تولید کارمزدی یا تولید بدون کارخونه میکنن. امروز تو ایران خیلی این موضوع جواب میده در بخش های مختلف. زمان های طلایی که انتظارات تورمی در جامعه آماده افزایش قیمت هست و از دست ندید برای قیمت گذاری. من بیزنسمن زیاد دادم که میگن حالا بعد از عید افزایش قیمت ندیم بعدم میدیم. نه، تو زمانی بعد افزایش قیمت بدین که جامعه میپذیره از بس تو افزایش قیمت ها. مثلا ما تو آموزش فروردین و مهر دو تا پیک افزایش قیمت داریم. همه میدونن این موقع افزایش قیمت وجود داره. یه مؤسسه آموزش حرفه‌ای بیاد بگه که آقا مثلا من دیما میخوام افزایش قیمت بدم، خب پس میزنه جامعه به شما دیگه، چون جامعه زمانهای ممکن آماده افزایش قیمته. یا مثلا زمان افزایش قیمت ارز دیدین که یه دفعه بازار داغ میشه، 3-4 ماه یه دفعه از یه کانال میره کانال دیگه، همیشه رفتار اینطوریه کلا. جامعه منتظر افزایش قیمته. یعنی رو زمانهای طلایی که انتظارات تورمی در جامعه به سمتی هستش که احتمال افزایش قیمت رو میده سوار شید، نه اینکه بذارید وقتی که جامعه دیگه وایساد، دیگه میام مردم میگن دیگه خب اوکی دیگه بیشتر از این چقدر میخواد بره بالا، بعد شما یه دفعه تازه بخواید افزایش قیمت بدید. یعنی از این فرصت‌های طلایی استفاده کنید. تأکید بکنم که قبلش هم خدمت دوستان گفتم ما دو تا استراتژی در حوزه تولید داریم به ویژه برای تولید کننده ها. یه استراتژی بهش میگیم بکوارد اینتگریشن، یه استراتژی بهش میگیم فوروارد اینتگریشن. استراتژی فوروارد اینتگریشن، همین مثالی که آقای مهندس زدن، شیرین عسل یک شرکت تولیدی صنایع غذایی بود، گفت آقا من فقط تولید نمی کنم بدم دست پخشا، فوروارد اینتگریشن می کنم، خودم هم میام توزیع می کنم، شبکه توزیع رو میزنم، فروشگاه نهایی رو میزنم، خودم فروشگاه میزنم و عملا سود زنجیره توزیع رو خودم میبرم. ما به این استراتژی میگیم فوروارد اینتگریشن. خیلی از تولید کننده ها امروز تو ایران به خاطر پایین اومدن حاشیه سود عملیاتی نیم نگاهی به این دارن که وارد شبکه توزیع بشن، یعنی وارد شبکه پخش بشن، وارد شبکه توزیع بشن. امروز که بزرگترین شرکت های قطع ساز کشور که حالا اسمشو نمیارم امروز داره نمایندگی های استانی خودش رو داره میزنه، یعنی عملا وارد پخش شده کلا، هم خدماتیه هم جذابه، هم میگه آقا یه بخش زیادی از سود تو زنجیره داره میره، چرا من توش زینف نباشم. یعنی استراتژی های فوروارد، یعنی به سمت اینکه زنجیره پخش و زنجیره توزیع و زنجیره فروش هم شما توش درگیر باشید. روش های مختلف داره ها، یعنی این پر کیس هر کدوم میشه باید گفتگو کرد. یه استراتژی هم بکوارد داریم. شما تولید کنه مثلا آرایش بهداشتی تولید میکنید، این تیوبی که بعد مثلا این کرمه رو توش پر کنید و از یکی دیگه میخرید، میگید آقا من میرم اون کرمه رو اون تیوب رو به کارخونه میزنم خودم تولید میکنم، هم مشتریش هستم سوداورش میکنم هم به بقیه توزیع میکنم. ما میگیم بکوارد، یعنی برگشتن به مواد و تجهیزات واسطه ای که بعد توی بیزنستون بیاد. وقتی حاشیه سود پایینه شما نسبت به سود زنجیره نباید بی تفاوت باشید. خلاصه داستان اینه که آقا من فقط همین کارو میکنم، به قبل و بعدم کاری ندارم. خب همین کارو میکنی که خیلی سود نمیده، هر روزم داره بدتر میشه. یعنی بی تفاوت نسبت به فوروارد و بکواردتون تو زنجیره تولید نباید باشید در شرایط فعلی. به جای اینکه اصرار به صادرات که باید برید رفع تعهد ارزی بکنید، پولتون برنمیگرده، برگرده بعد به نیما بدید و و و و تولید کننده های زیادی امروز اومدن بخشی از زنجیره رو بردن اونور و اونجا دارن محصول رو فینیش میکنن و به برند یک کشور دیگه وارد میکنن. درآمدهای ارزی حاصل از اون فرآیند میتونید برگردونید ایران دیگه، اون اختیار شماست، میتونید منابع ارزی حاصل از صادرات رو بیارید ایران. ولی واقعیتش اینه که به عنوان کسی که سالها همین تو همین سالن فریاد میزدم که شما فقط با صادرات میتونید که از این فلکچویشن های اقتصاد ایران نجات پیدا کنید، امروز میگم کف زمین صادرات هم نمیشه کرد. واقعیتش از بازارها سال دیگه بخوام بهتون نشون بدم، این آوردم. گزاره اولش هم مهمه که اگر فرد میانسالی با ریسک پذیری متوسط یک خانه شخصی داره، ماشین شخصی داره، درآمد مکفی هم داره، یعنی نیاز به جریان درآمدی ورودی نداره، 20 میلیارد تومان بخواد سرمایه گذاری بکنه، اون سبدی که سال دیگه من باورم اینه که تورم رو هج خواهد کرد.
و ارز رو هج خواهد کرد این سبده و سرمایه گذار رسالت دیگه نداره غیر از اینکه تورم و ارز رو هج کنه. مسکن، کوچک متراژ، ارزان قیمت، تو کامنت اینا داشته باشید. این ویلای چادگون رو همچنین اینجا نذاریدش کلا. این من اونو تعهد نمی‌کنم که نقدینگی و ارز رو هج بکنه. بعد طلا رو افزایش نسبتا خوبی دادم نسبت به سال‌های گذشته. من خیلی نسبت به طلا در سال 2024 و 1403 مثبتم. می‌بینید که شروعش هم همینطوری بوده و بالاترین بازده رو داشته هم در بازار جهانی. من خیلی وقت می‌کنم 3-4 ماه پیش تحلیلی رو در بازار طلا منتشر کردم و گفتم من نسبت به بازار طلا امسال خیلی مثبتم. برای صندوق‌های درآمد ثابت با اینکه میگم ریال ندارید، نگه ندارید 10% گذاشتم. چرا؟ برای اینکه تو این بازارهای دیگه بتونید بازی با میانگین کنید، یعنی لیکوید پولی داشته باشید اگه طلا خریدید اومد پایین‌تر، پایین‌تر هم باز بخرید. یعنی عملا برای بازی در بازارها من اون ریاله رو 10% سبد رو 2 میلیارد دارم کش تو صندوق درآمد ثابت نگه می‌دارم. کش که نه، صندوق درآمد ثابت. برای اینکه بتونم تو بازارهام بازی کنم. بازار بورس رو نشد صحبت بکنم، براش 15% سهم گذاشتم چون اون هم الان در یک کف تاریخی قرار داره. فقط بگم بازار سرمایه ایران برای اینکه از این شرایط ایستایی خارج بشه چند تا اتفاق باید بیفته. یک، دلار باید شروع کنه این محدودا رو رد بکنه. دلار نیما باید افزایش پیدا بکنه. دولت این سیاست‌های انقباضی رو یه ذره شل بکنه و بعدم اینه که تنش نظامی بالا سر کشور نباشه. یعنی این 3-4 تا اگر که کنار هم دیگه جور بشه که ترامپ نشون داده که اهل جنگ نیست کلا. آره، ولی پا رو میذاره رو گاز، ما صادرات نفتیمون به شدت پایین میاد. بر همین از این منظر من نگران تنش نظامی در سال 1403 حداقل تا حدی نیستم. برای همین بازار سرمایه هم چون در اکثر سهام ها ما در کف قیمت تاریخی قرار داریم با پی بی های 3 و 4 امروز رو بازار بورس داریم سهام نگاه میکنیم، برایش گذاشتم رمزارزم 5% براش گذاشتم به خاطر اینکه خب بسیار ولتایل دیگه، یعنی بهش باور دارم. سرمایه گذاری فقط روی رمزارزهای مچور مثل بیت کوین و اتریوم همیشه مثبت بودم، تو پورتفای خودم هست، ولی در حد 5-10% چون خیلی ولتایله، خیلی نوسانیه. برای همین واقعا به نظرم برای آدم پابلیک عمومی بیشتر از 5-10% سبدش نباید باشه. سرمایه گذاری یعنی سبد سرمایه گذاری، یعنی سبد دارایی. اینکه کل پول من ملکه، کل پول من اینه، اون اسمش سرمایه گذاری نیست. قائل به تنوع دارایی باشید در سبدهای سرمایه گذاری. این یه اصله که به اصل تنوع دارایی. برای همین من نمیگم چه بازاری، من نگام 360 درجه است. میگم دارایی ها رو باید بتونید توضیح کنید. سهم بازارهای مختلف رو بر اساس ریسک هایی که ما میبینیم کم یا زیاد ممکن بکنید. در حوزه نقل و انتقالات پولی و بانکی خب همچنان تحت لیست سیاه FATF هستیم، لیستی معروف به اقدامات متقابلانه و این پیوسته ایران داره در کنار کره شمالی و یک کشور دیگه میانمار، این 3 کشور دارن همچنان در این لیست تمدید میشن میمونن و این معنیش اینه که در سیستم بانکی بین المللی کشور در یک انزواست دیگه، یعنی فقط این 3 کشور هستن که در یک ایزوله و انزوای کامل هستن در حوزه سیاست های مالی و بانکی و تحریم ها سر جاشه. بحث های FATF و نقل و انتقالات پولی که امکان نداره به صورت قانونی در سیستم بانکی جهانی اتفاق بیفته سر جاشه. یکی از اون چیزهای دیگه که مسئله آینده با خودمون داریم میبریم این تنش های منطقیه که اطراف ایران هست، جنگ روسیه و اوکراین، جنگ غزه و اسرائیل و اتفاق جالبی که از سال 2020 به بعد داره میفته اینه که هی داره بحران و تنش در جهان پیش میاد، پروندهش بسته نمیشه، یکی دیگه باز شروع میشه. یعنی اینا همشون الان بازن. دو تا اتفاق هم در حوزه اقتصاد سال 1403 با ما هست. در سطح جهانی خیلی درباره یه گلوبال ریسیشن یا رکود اقتصادی در جهان امروز داره صحبت میشه. صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی همه پیش‌بینی هاشون از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته رو پیوسته دارن کاهش میدن. آلمان درباره آمریکا درباره رشد اقتصادی 1.5% برای سال آینده داره صحبت میشه. و آخرین موضوعی که با ما داره در سال 1403 میاد اینه که کشور دچار یکی از عمیق‌ترین ناترازی‌های انرژی قرار داره. تعارف نداریم، ایران آب نداره، گاز نداره و در نتیجه برق هم نداره. و همین اصفهانی که با هم نشستیم دیگه تبلور این بحث ناترازی انرژیه. و خب موضوع ناترازی انرژی که خب خیلی جدی داره میشه به ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی
حداقل من در تهران میدونم که مهمترین شهرک‌های صنعتی ایران مثل شهرک صنعتی اشتهار، شهرک صنعتی کاوه، شهرک صنعتی شمس‌آباد تابستون‌ها هفته دو روز برق ندارن، زمستون‌ها هفته دو روز گاز ندارن و احتمالاً اصفهان هم خیلی از این قاعده مستثنا نیست. این یعنی اینکه کشور در ناترازی بسیار سنگین انرژی قرار داره و هیچ نقطه عطفی برای تغییر این فضا ما الان نمی‌بینیم. یعنی من میگم اگر که امسال دو روز رو تعطیل کردم به خاطر نبود برق، سال دیگه یه هفته رو تعطیل خواهم کرد. امروز حداقل باید خیلی جدی‌تر بهش فکر کنید، یا خودتون محل‌های تأمین انرژی رو از همین الان بهش بیاندیشید. این هم از اون موضوعاتیه که به نظر من دیگه خیلی جدی تو اقتصاد ایران در سطح اقتصاد بهش پرداخت، این ناترازی انرژی در بخش‌های مختلفو که متأسفانه میگم روندها روندهای حداقل حتی استیبل بودن هم نیست، به سمت عمیق‌تر شدن این موضوع هست. درباره قیمت ارز بازار آزاد داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم. سال دیگه ما احتمال کاهش صادرات نفتی رو در کشور داریم. بالاخره کشور در دوران ریاست جمهوری بایدن بین 1.1 تا 1.3 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشته. به نسبت دوره‌های گذشته خوب نفت می‌فروخته ایران، هرچند که هنوز خیلی فاصله داره با ظرفیتش، ولی سال دیگه احتمالاً حداقل تو نیمه دوم سال و با روی کار آمدن بایدن ما ببخشید ترامپ احتمال داره که صادرات نفتی ایران کاهش پیدا بکنه. همین الان هم شروع شده به دلایل مختلفی. امروز هم صادرات نفتی ایران اون چیزهایی که ما می‌بینیم به نزدیک‌های زیر 1 میلیون بشکه رسیده، ولی حتی ممکنه تا زیر 500,000 بشکه هم کاهش پیدا بکنه از روندهایی که سال دیگه داریم می‌بینیم. نه اگر فکر کردین که مثلا مشکل ناترازی انرژی حل میشه، کسری بودجه دولت مشکلش حل میشه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی حل میشه، خیر. استراتژی در شرایط فعلی در سطح اقتصاد ایران حفظ وضع موجود واقعیتش، یعنی فقط همینجوری فعلا بریم جلو. و برای همین در سال 1403 استراتژی حفظ وضع موجود و عدم اصلاحات ساختاری در اقتصاد بسیار جدیه. یعنی این موضوع سر جاش باقی خواهد ماند. ما ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزایش قابل توجه انتظارات تورمی تو اقتصاد ایران داریم. ما انتظارات تورمی تو کشور ایران سال دیگه ناشی از انتخابات آمریکا بالاست و تأثیرش رو روی بازار ارز میذاره. از بازار ارز وارد بازارهای دیگه دارایی میشه. فقط باید ریال از گردش بندازن، فقط در کوتاه مدت باید ریال از گردش بندازن که بتونن یه مقداری جلوی تورم رو بگیرن. برای همین در سطح بنگاه آماده باشید که این سیاست‌های انقباضی که همین الان تو اقتصاد ایران وجود داره و خب حتما هزینه پول رو در سطح کسب و کار بالا میبره و منجر به افزایش هزینه‌های مالی شما میشه، این سیاست سال آینده هم باید انتظار داشته باشیم که ادامه داره. موضوع اینه که تا زمانی که ما توی تحریم‌ها هستیم این گپ جمع نمیشه. من 4 ساله که دارم این حرفو میزنم، هر سال میگم سال بعد جمع نمیشه، سال بعدش باز میگم باز جمع نمیشه. الانم میگم سال بعد هم این گپ جمع نمیشه. تا موقعی که ما تو تحریم هستیم گپ رکود تورمی تو اقتصاد ایران جمع نمیشه. پس شما دارید در یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود تورمی تو اقتصاد ایران بیزینس می‌کنید. بعدتر هم خواهیم دید. از سال 97 به بعد من باورم اینه که اقتصاد ایران از سال 97 به بعد کلاً در یک جهان دیگه‌ای به سر می‌بره. همه چیش فرق داره با قبلش. اگه هنوز دارید شبیه سال‌های دهه 80 بیزینس می‌کنید، اگه هنوز دارید شبیه سال‌های اوایل دهه 90 بیزینس می‌کنید، خب این واقعیتش اینه که شما مستحق اینین که زیان کنید. از سال 97 به بعد خیلی روندها تو ایران تغییر کرده و ما واقعا وارد یک فضای دیگه شدیم. خب 6 ساله که تو این دوره رو تورمی هستیم دیگه و متاسفانه باید بگم به نظر من سال آینده همین پابرجاست و حتی یه مقداری میتونه عمیق‌تر هم بشه، یعنی رشد اقتصادی یه مقدار پایین‌تر هم بیاد، تورم هم به واسطه تحولاتی که در حوزه ارز داریم یه مقداری دوباره یک موج جدید تورمی تو اقتصاد ایران داشته باشه. اون موقع در سطح بنگاه میشه این که بیزنس کردن در دوره رکود تورمی یعنی چی؟ کلا سیاست‌های کاست ریداکشن، مدیریت هزینه باید داشته باشید، سیاست‌ها خیلی مقابل انقباضی باشه و یک سری سیاست‌ها که من انتها خواهم گفت به شما. یعنی موضوع من اینه که این فضا با برجاست. تورم فزاینده است. اینکه در سطح بنگاه شما چالش قیمت‌گذاری دارید، اینکه شما روش قیمت‌گذاری و تغییر بدید، این مهمه اصلش. ولی تورم‌ها به نظر میرسه تو ایران بالاتر از این عددهایی هستش که داره اعلام میشه در بخش‌های مختلف، یعنی هم تورم حوزه کالا هم تورم حوزه خدمات و می‌بینید تنش تورمی در کشور
از اول سال 97 شروع شد دیگه، همین جهان جدیدی که من در موردش دارم صحبت میکنم، تورم ماهیانه در ماهای مختلف که قشنگ هیچ ربطی به این سالهای گذشتهش نداره. ما توی 4 سال گذشته شاید یکی دو ماه تورم بالای 2% در ایران داشتیم، در سالهای اخیر شاید یکی دو ماه تورم زیر 2% داشتیم. یعنی پیوسته تورم ماهیانه تو ایران 3%، 4% و عملا تنش تورمی در اقتصاد ایران عملا بالا بوده. اما حالا غیر از بخش‌های مختلف تورمی که حالا خوراکی آشامیدنی چجوری بوده، مسکن چجوری بوده، این تورم CPI دیگه، تورم مصرف کننده است. تورم کالاها از موجاش میشه فهمید با چی حرکت میکنه؟ با قیمت ارز. یعنی چون بیشتر این تاثیر رو کالاها داره دیگه، هر موج افزایش قیمت ارزی که ما داریم یه موج تو تورم کالا داریم. اما تورم بخش خدمات از سال 97 به بعد پیوسته در افزایش پیدا میکنه و برای من جالبه که شاید برای اولین بار در طی سالهای اخیر برای چند فصله که تورم بخش خدمات از کالا تو ایران بیشتره. این یعنی چی؟ یعنی در حوزه بهای تمام شده تونم بیزنسمن تو ایران معمولا نسبت به هزینه های بخش خدمات، هزینه های حقوق و دستمزد، اون یکی از مهمترین هزینه های حوزه بخش خدمات معمولا بی توجه بود. یعنی حواسش عمدتا به بهای تمام شده بود کلا. اما امروز تو اقتصاد ایران هزینه هایی از جنس حقوق و دستمزد، هزینه هایی که از جنس هزینه های ثابت بخش خدمات، خیلی موضوع جدیه. امروز تو صنعت ساختمان در حوزه ساخت هزینه خدمات ساخت و ساز از هزینه مصالح موضوع جدی تریه. یعنی اینجوری نیستش که مثلا قبلا یه تصوری عموما تو ایران وجود داشتش که بیزینس و کسب و کار یه سفره‌ایه که ما پهن کردیم یه تعداد زیادی دورش نشستن که خب خیلی ارزشمنده، یک تفکر انسانی پشت این تصور وجود داره. ولی اگر حواستون به تعداد آدم‌هایی که دور سفره نشسته نباشه، ممکنه که سفره کلا بره رو هوا. یعنی موضوع اینه که تورم بخش خدمات امروز تو اقتصاد ایران داره خیلی بایش و می‌بینید هیچ استیبیلیتی هم نداره، پیوسته داره زیاد میشه. یعنی همینجوری با شیب مشخصی داره افزایش پیدا می‌کنه. دلار ثابت بود، اوایل دهه 90 یه رشد داشتیم، از 1000 تومان اومد 3000 تومان، چند سال ثابت بود و سالهای 97 به بعد مثلا یه ریتم برای خودش هی داره زیگزاگ میزنه و هی داره پیوسته ریتم افزایشی داره. و موضوع چیه؟ تا زمانی که در تحریم هاییم، تا زمانی که در رکود تورمی هستیم، این زیگزاگ ادامه داره. هیچ دلیل فاندامنتال اقتصادی برای توقف نوسانات ارزی در ایران نیست. ما که پشت این وای نمیستیم کی رئیس جمهور، کی وزیر اقتصادی، داریم حرف اقتصادی، حرف کارشناسی میزنیم. سرعت رشد نقدینگی کنترل شده، پایه پولی کنترل شده، تراز تجاری کشور مثبت شده، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، ما به منابع ارزی خارج از کشورمون دسترسی داریم، هیچ کدوم تغییر نکرد. همه اینا سر جاش. و برای همین این سیکلا در اقتصاد ایران ادامه داره. میانگین قیمت دلار در اسفند هر ماه کف قیمت دلار در سال آینده است. یعنی 58000 تومان، 59000 تومانی که الان، 60000 تومانی که میانگین اسفند خواهد بود، کف قیمت دلار سال 1403 است. این در اصل حوزه محاسبات مالی شما در پروژه مهمه که اگر درباره مینیمم ها داریم صحبت میکنیم، حداقل محاسباتتون رو بر اساس دلار 60000 تومانی باید ببینید دیگه. این تجربه در همه 7 سال گذشته تکرار شده. یعنی میانگین قیمت دلار در اسفند هر ماه عملاً بوده میانگین قیمت در سال‌های میانگین کف قیمت در سال آینده‌اش. این هم همون چیزی که فرضیه‌ای که بهتون گفتم، یک سال رشد، یک سال تنفس. این رشد دلار در سال‌های مختلفه، اولین رشد سال 97، 98 توقف، 99 رشد، 1400 توقف، 1401 و این ریتم عملاً داره ادامه پیدا می‌کنه و امسال سال توقفمون 23% رشد داشته. یعنی بعد احتمالاً سال آینده با آهنگ بیشتری میریم جلو. های مزرعه از اینا موضوعات میگذرم. ما در حوزه صادرات نفتی هم کشور داره کند و کندتر میشه. ثابت نگه میدارن یه جایی شکاف انقدر زیاد میشه که مجبور میشن پله بزنن تو افزایش. ما حتما در آستانه یک پله افزایش نیمایی. یعنی من در این موضوع تردیدی ندارم که نیمای 39000 تومانی، 40000 تومانی تموم شده. همین الانم هم 52.3% تفاوت قیمت بازار آزاد و دلار
نیماست. همین الان میدونید که صادرکنندگان بزرگ کشور به صورت غیر نفتی که بعضیاشون هم همین اطراف اصفهان هستن، اینا با دلار نیما ارز از آزاد نمیکنن، ارزه نمیکنن. اگر کالا، محصول، ماده اولیه چیزی وجود داره که با دلار نیما داره قیمت میخوره تو بیزینستون، تو صنعتتون و اکسپایر دیت نداره، یعنی 1 سال، 2 سال، 3 سال میتونه بمونه، فول ظرفیت تهیه کنید. یعنی الان ما این افزایش نیماه دلار 40 تومانی، خب یه فرصته دیگه، انگار شما دارید دلار 40 تومانی بهتون میدن. اگر واقعا هنوز محصولی وجود داره در بخش‌های مختلف، این دلار 40 تومانی رو بخرید. یعنی کالایی که با نیما داره قیمت میخوره هنوز و اکسپایر دیت نداره، به این کامنت هم دقت بکنید و امکان تهیه‌اش رو دارید، چون ما حتما در آستانه افزایش قیمت نیما هستیم. نمیشه دیگه، این شکافه که نمیتونه 52-53% بمونه. اون آبی هم پایین بیا نیست، تجربه هم نشون داده که آبی پایین نمیاد، این قرمزه میره خودشو بهش میرسونه و این شکافه رو قراره که پر بکنه. حالا درباره پیش بینی ها دو تام درباره قیمت بهتون بگم، این کارم باز کار اقتصاد سنجی شده، کار درستیه. قیمت دلار بر اساس رشد نقدینگی، قیمت تعادلی دلار، ببینید قیمت تعادلی دلار، لطفا به کلامی من دقت بکنید، یعنی چی؟ یعنی قیمت دلار اگر زیر اون قیمت باشه، از نظر من دلار آندر ولیوه، یعنی کمتر از ارزش واقعیشه. این مفهوم قیمت تعادلیه. و اگر بالاترش باشه، یعنی میتونیم بگیم حباب داره قیمت دلار. بر اساس رشد نقدینگی در سال 1403 میانگین قیمت دلار در ایران باید 75000 تومان باشه، میانگین قیمت سال. و اگر قیمت دلار زیر این قیمت باشه بر اساس رشد نقدینگی، یعنی ما میگیم که کمتر از ارزش واقعیش. احتمالاً اینجا فضای بیزینسیه، ما بیرون دم در اگه بگیم آقا دلار 60 تومانی تو ایران ارزونه، حتما میزننمون کلا. ولی خب واقعیتش اینه که ارزونه، یعنی بر اساس، ببینید چون اقتصاد جزیره که نیست، شما دارید نقدینگی رو سالی 30% رشد میدید، پای پولی رو سالی 40% دارید رشد میدید، تورماتون اینطوریه، یک دفعه نمیتونید یه خط بکشید بگید آقا اونا به این ربطی نداره، اونا حتما میاد خودش رو این خط تخلیه میکنه. و با ادامه این روند برای سال 1403 آورد ها اینه که قیمت تعادلی تو محدوده های 95 تومنه میانگینه، این نکته اینه. 1404 ببخشید، ما 1400 بازم میگم تعادلی، یعنی اگر زیر این باشه قیمت آندر ولیوه، برای میانگین سال ما داریم صحبت میکنیم. و بر اساس یک مدل دیگه هم یه پیش بینی ما برای سال آینده داشتیم در 3 سناریو که حالا الگوی اقتصاد سنجیش الگوی آریماست، بچه‌ای که کار اقتصاد سنجی میکنن حتما باهاش آشنا هستن. بر اساس این الگو میانگین قیمت دلار در محدوده های فکر میکنم 76-77 هزار تومان میانگین، ما برای تا سناریوی دلار 100 هزار تومانی هم سال آینده میبینیم بر اساس این مدل. و حالا کفش هم که همین جاهایی که در موردش صحبت کردیم هست. خیلی حواستون به مدیریت جریان مالی مالیاتی در بنگاهاتون باید باشه. بنگاهای کوچک و متوسط همیشه آخرین موضوعی که بهش میپرداختن بحثای مالیاتی و مالی و اینا بود. یه حسابداری داشتن که خیلی موقع مثلا هفته 3 روز هم میومد و 4 تا سند میزد و سر سال قرار بود اظهارنامه پر کنه. نه، واقعا از این خبرها نیست. برای مدیریت جریان مالی و مالیاتیتون در سطح بنگاه باید هزینه بکنید، چون اگر حواستون به اینجا نباشه هر چی در میارید بعد اینجا پس بدید. یعنی من اینو میبینم، چون جلوتر میبینین، خیلی سریع مرورش میکنم، بحثای فشار مالیاتی سال آینده خیلی جدیه، یعنی موضوع جدیه. دولت مجبوره که درآمدهای مالیاتی رو افزایش بده، چون از محل دیگر درآمدهاش مثل درآمدهای نفتی یا فروش اوراق تقریبا دیگه خیلی چیزی به دست نمیاد. و همینه دیگه، ماها باید، شماها، یعنی ما هم همینطور مالیات بدیم که حقوق کارمندا و حقوق بازنشسته ها و بقیه بچه ها بتونن که حداقل مستمری بگیرن، سر جاشون باشن. پیش بینی میشه که 57% سال آینده نسبت به امسال افزایش پیدا بکنه کلا، و خب فشار قابل توجهی از این حوزه شامل بنگاه ها خواهد شد. و برآورد های ما، من فقط خلاصه اسلاید رو بگم، این که امسالی که توش هستیم و 6 روز دیگه تمومه، چیزی هولوش 450 همت دولت ایران کسری آورده. این کسری رفته چیکار کرده؟ از بانک ها استقراض کرده، بانک ها رو ناتراز کرده، بانک ها رفتن سراغ بانک مرکزی. و این وسط چیزی هم دیگه برای شما نمونده، چون میگم اونی که ناتراز تره زورش بیشتره. برای همین این فرضیه ای که زمانی تو ایران صحبت میشد که دولت فقیر خوبه، یه ذره مثلا کرنش میکنه و این داستانا، اصلا از این خبرها نیست.
اتفاقا من باورم اینه که دولت فقیر تو ایران خیلی خطرناکه کلا، چون دیگه برای اینکه این پول رو پر کنه دیگه همه کار میکنه، یعنی اینکه این درآمد رو جبران بکنه، یعنی هر حرکتی شما میبینید و این اثراتش رو دارید میبینید دیگه، چون بالاخره سر ماه که چند میلیون نفر کارمند و چند میلیون نفر بازنشسته عملاً چششون به دست دولته و برای همین عملاً حرکت‌ها دیگه حتی به قیمت رکود، اصلا اینا برای مهم نیست، فقط در کوتاه مدت حفظ وضع موجود من بکنم، پول بتونم به دست بیارم که بتونم که حقوقا رو بدم. نسبت درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت سال آینده چیزی روش 54% خواهد بود. می‌بینید بالاترین سهم مالیات از کل بودجه رو ما سال دیگه داریم. این چیزی هستش که امروز در بودجه سال 1403 دیده شده. رشد‌های مختلفش هم می‌بینید، مالیات اشخاص حقوقی 54%، مالیات بر واردات نسبت به عملکرد پیش بینی میشه 120%، مالیات ارزش افزوده 72% پیش بینی میشه که سال آینده افزایش پیدا بکنه. مالیات ارزش افزوده هم خوبیش برای دولت چیه؟ خیلی بهشون مزه میده، نقده، یعنی شما فصلی یه بار میرید میدید، این خیلی خوبه، پول زوده کلا. برای همین خب میدونید الان مالیات ارزش افزوده از 9% به 10% افزایش داره پیدا میکنه دیگه. افزایش قابل توجه انضباط مالی و مالیاتی در شرکت ها خیلی به بحث های دپارتمان حسابداری و مالی و مالیاتیتون و مشاورین تو این حوزه، انواع اقسام کارهایی که حسابرسی هایی که باید بشه، خیلی تر و تمیزتر رفتار بکنید، چون میبینید اونا چشمشون به دهن شماست برای اینکه کسری بودجه رو جبران بکنن، و برای همین خیلی مجهز باید باشید در این حوزه. دوران اینکه یه حسابدار بیاد هفته یه روز سندامونو بزنه گذشت واقعیتش تو اقتصاد ایران. به نهاد مالی در بیزنستون خیلی جدی باید توجه بکنید. تو روش‌های تامین مالی هم هی فقط اصرار به وام نداشته باشید. مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، این دوتا کانال فشار سال دیگه است. پی او وی بونگا چیه؟ خیلی حواستون به ساختارهای اصلا دوران حسابداری یواشکی، دوران دو دفتره بودن، دوران این داستان ها واقعیتش که سر اومده تو اقتصاد ایران. یعنی اگرم میخواین این کارا رو بکنید واقعا سازوکارهای خیلی پیچیده ای لازمه. در سطح بونگا چون تولید کننده تو ایران عشق خط تولیده، یعنی ولش بکنی اصلا 8 صبح تا ساعت 8 شب بالا سر خط وایساده. امروز تو اقتصاد ایران به نظر من شما از حوزه مالی مالیاتی به اینجا میرسید که تو تولید بعد چی کار بکنید، نه اینکه از تولید به اینجا برسید که چقدر پول لازم دارید. چون باور تو ایران همیشه اینطوری بوده که شما میگفتید آقا من اینو میخوام تولید کنم برم براش پول جور کنم، این قشو خودم بیارم قشو بانک بگیرم قشو این کار بکنم. امروز این نیست، امروز اینه که من اینقدر پول دارم با این چیکار میتونم بکنم. یعنی اصلا مایندست باید تغییر بکنه امروز تو اقتصاد ایران. یعنی برای همین حوزه مالی مالیاتی خیلی پیچیده شده. یعنی مثلا شما ارگانیزه همین مثلا همین سامانه معدیان مالیاتی امروز خودش اصلا یه داستانیه کلا، دوستانی که درگیرش هستن. و خیلی در سطح بنگاهاتون باید، حتی اصلا میگم یه بنگاهی خیلی کوچیکی دارید، بنگاه کوچیک خدماتی هم اگر دارید، خیلی سر و شکل دادن خدمات تو این بخش امروز و اقتصاد ایران مهمه، برای اینکه واقعیتش میتونه که شما رو تحت تاثیر قرار بده. حالا میبینید دیگه اولا این گفتم مالیات بر درآمدها و مالیات بر ارزش افزوده دو بخش مهم مالیاتیه. دولت از اوراق هم دیگه تقریبا تو ایران چیزی دستش رو نمیگیره. پیش‌بینی ما برای سال آینده داشتیم در سه سناریو که حالا الگوی اقتصاد سنجیش الگوی آریماست، بچه‌ای که کار اقتصاد سنجی می‌کنن حتما باهاش آشنا هستن. بر اساس این الگو میانگین قیمت دلار در محدوده‌های فکر می‌کنم 76,000-77,000 تومان میانگین، ما برای تا سناریوی دلار 100,000 تومانی هم سال آینده می‌بینیم بر اساس این مدل، و حالا کفش هم که همین جاهایی که در موردش صحبت کردیم هست. من درباره طلا هم خیلی بازارهای دارایی ترجیح میدم اینجا صحبتش کنم، شاید درباره مسکن و بورس خیلی نرسم. حالا بریم جلو. ببینید اسلاید خوبیه برای همون فرضیه که من بهتون گفتم. این داره به شما میگه که اگر یک نفر توی ایران در فروردین ماه سال 1396 100 واحد از پولشو تو هر کدوم از این بازارها میذاشت و بعد میرفت دور از جون شماها تو کما، یعنی میذاشت پولش رو توی بانکی توی یه حب بخشی تو هر کدوم از این بازارها و میرفت تو کما، تو کما یعنی این که دست نمیزد بهش. میدونید که تو سرمایه گذاری خیلی موقع ها خوبه که شما برید تو کما، یعنی کما رفتن خیلی موقع خوبه،
معمولا ما با دخالت های خودمون خراب میکنیم کلن سرنوشت سرمایه گذاری. برای همین اگر تو کما میرفت امروز وضعیت چجوری بود؟ از اول 96 سال مهمی هم هست، همون سالی که ثبات وجود داشته و بعدش رفته جلو. اگر رو شاخص کل بورس میذاشت، اگر رو طلا میذاشت، یعنی رو سکه میذاشت، امروز 27 برابر شده به پولش از ابتدای فروردین 96 تا الان. اگر رو شاخص کل بورس میذاشت چیزی حدود 25 برابر شده بود. اگر روی مسکن میذاشت به نظر میرسه که بالا با چیزا از آذر به بعد آمار نداریم، چیزی حدود 18-19 برابر شده بود. و اگر رو دلار میذاشت چیزی حدود 15 برابر شده بود. خود تورم هم 7 برابر شده. چند تا گزاره مهم از همین اسلاید میشه نتیجه گرفت. یک، شما در سالهای گذشته رو دارایی میبودید از تورم جلوتر بودید در حوزه سرمایه. و وظیفه یک سرمایه گذار در همه جای دنیا از جمله در ایران اینه که از تورم محافظت کنه داراییشون. یعنی اون صفر ریاضی برای مقایسه پرفورمنس سرمایه گذاری شما عدد صفر ریاضی نیست، صفر قدر مطلق، تورمه. یعنی از تورم باید بالاتر میگید. دوم اینکه ارز خودش بدترین سرمایه گذاری بوده از نظر بازده. یعنی هر چقدر که من میگم ارز مهمه مهمه، میبینید که کمترین بازده رو خود ارز داده کلا. برای همین ارز اتفاقا از نظر سرمایه گذاری کالای جذابی نیست، اما لید میکنه بقیه بازارها. بخش خدمات فقط سال 93-94 تو دو تا فصل نرخ رشد اقتصادیش زیر صفر اومد، اگر نه پیوسته نرخ رشد اقتصادیش مثبته. دلیل هم داره دیگه، جنس خدمات جنس نان تریدبله، جنس غیر قابل تجارته، به تجارت وابسته نیست، به ارز وابسته نیست، به تبادلات بین المللی وابسته نیست، به ارز نیما، به ثبت سفارش، به تخصیص، به خیلی از این داستان‌ها در این سطح وابسته نیست. و چون تقاضاش داخلیه، نیازش هم داخلیه، خودشو بهتر تونسته جمع بکنه در اقتصاد ایران. و برای همینم هم میبینید که غیر از یکی دو فصل، اونم نزدیک به 1-2% نرخ رشد منفی، خودشو تونسته حفظ بکنه و تقریبا استیبل ترین بخش اقتصاد ایران بوده. بخش نفت که خب ازش عبور میکنیم چون اصلا کلا مخاطبین ما اینجا نیستن، ولی خب میبینید که با هر شوک تحریمی تا منفی 30-40% هم نرخ رشد اقتصادیش در بعضی فصول نسبت فصل قبل سال فصل مشابه سال قبلش کاهش پیدا میکنه و خب موج‌های شدیدی داشته در زیر قیمت صفر. خب مشخصه که بیشترین تاثیر تحریم‌ها تو این بخش اقتصاد ایرانه. بخش صنعت این هم نرخ‌های رشد اقتصادیش یا منفیه یا بسیار نزدیک به صفر، حتی اگر بالای صفره. یعنی ما آخرین سال‌های 98 که نرخ رشد اقتصادی صنعت حالا میانگین 4 فصل منفی بوده، بعدش اگر مثبت بوده می‌بینید که 1% و 2% و 3% و در این سطح نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت ماست که خب خیلی میرا و عملا نزدیک به صفره. بخش ساختمان هم در دهه 90 در اقتصاد ایران دچار بحران بسیار جدی شده، نرخ رشد اقتصادی بخش ساختمان منفی زیاد بوده. توجهتون رو جلب می‌کنم که این ساختمانی که من دارم در موردش صحبت می‌کنم، چون ما بازار مسکن یا اقتصاد مسکن بخش‌های مختلف داره تو اقتصاد ایران، یکیش حوزه ساخت و سازه، یکیش حوزه مستغلاته، یکیش حوزه خدمات ساختمانه. ما فقط درباره ساخت و ساز داریم صحبت می‌کنیم که یکیش ساختمانه، یکیش راه و جاده و پروژه‌های زیربنایی و هر چیزی که از جنس کانستراکشن و ساخت و ساز در اقتصاد باشه. در حوزه تقاضا ما اینو می‌ذاریم حوزه عملا ساخت و ساز. می‌بینید که یکی از عمیق‌ترین و یکی از بدترین بخش‌های اقتصاد ایران در دهه 90 حوزه ساخت و ساز و ساختمان تو ایران بوده. رکود بسیار رکود جدی از جنس ساخت و ساز. رشد قیمت داریم ولی رکود ساخت و ساز داریم. یعنی خود اونجا هم عملا یک ترکیبی از رکود تورمی ما داریم. رکود در ساخت و ساز، کاهش تاریخی پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها، همزمان رشد قیمت که حالا درباره دلایلش تو بخش ساختمان سعی می‌کنم که صحبت بکنم. بخش کشاورزی این هم این انتهاش متاسفانه، بخش کشاورزی هم خوب دووم آورده بود تو اقتصاد ایران در مقابل تحریم ها، ولی موضوعات خشکسالی و کمبود آب باعث شده که در چند فصل آخر اگه ملاحظه بفرمایید تا فصل سوم امسال تا آذر امسال پیوسته نرخ رشد اقتصادی منفیه. یعنی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل داره کوچیک‌تر میشه میزان تولیدی که تو این بخش داره اتفاق میفته.
ما یه کار آماری جدیدی توی مؤسسه کردیم و رفتیم گفتیم آقا ما بیایم از اول سال 90 تا الان نرخ رشد اقتصادی بخش‌های مختلف رو مقایسه کنیم که تجمیعی از اول دهه 90 تا الان با این دوتا شوک رکود تورمی که تو اقتصاد ایران بوده کی کجا قرار گرفته. طبیعتاً بالاترین بخش و خدمات بوده. این منحنی نارنجی است که تقریباً غیر از یه سال که یه ذره سال 94 استوب کرده با یه استیبیلیتی خوبی رفته بالا و خونه تونسته خوب دوام بیاره. بعدیش بخش کشاورزی بوده ولی نه به خاطر این سالهای آخرش. میبینید این مشکیه اون سالهای آخرش یه ریپی زده به قول معروف، یعنی یه فلکچویشنی شما تو منحنی میبینید. این سالهای ابتداش خوب بوده. صنعت تقریباً متوسط رشد اقتصادیش یک بوده. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد ایران از نظر ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی تقریباً همون جای وایساده که سال 1390 وایساده. یعنی 12 ساله که عملاً همونجاست. و خب این خیلی موضوع مهمیه در بخش‌های مختلف. بخش ساختمان و بخش نفت هم که خب اصلا کاهنده بوده دیگه. رشد اقتصادی، ارزش افزوده‌ای که تو اقتصاد ایجاد میشه تو این بخش کاهنده بوده. بر اساس این امروز شما من بگید آقا من سال 1403 میخوام کسب و کار جدید را بندازم، اصلا کسب و کار الانم خوب یا بد، میخوام کسب و کار جدید را بندازم، اولویت ها تو اقتصاد ایران چیه بر اساس همه این موضوعات؟ به باور من امروز اولویت ها در اقتصاد ایران از نظر توسعه کسب و کار طیفش اینطوریه، یعنی هرچی به سمت سبزتر میریم ما در شرایط بهینه تری و با ریسک پایین تری قرار داریم. حوزه خدمات در بهترین شرایط خودش قرار داره به نسبت بقیه بخش‌ها. البته صنایع کوچک عمدتاً درباره صنایعی دارم صحبت می‌کنم که اینا تولیدشون تولید جایگزین واردات، بیزینس‌هاشون بی تو سی. قبل از جلسه برای بعضی از دوستان مثال زدم. مثل چی؟ مثل صنعت کازمتیکس، آرایشی بهداشتی امروز تو ایران یکی از درخشان ترین صنایع امروز ایران حوزه آرایشی بهداشتی. شاید باورتون نشه که سایز صنعت آرایشی بهداشتی تولید داخل ایران امروز از صنعت دارو بزرگتره. چیزی بین 4.5 تا 5 میلیارد دلار ارزش این صنعت. و صنعت تولید جایگزین واردات کلا بهش میگیم صنایع کوچیک. صنایع کوچکی که عمدتاً هم با ان یوزر سر و کار داره، یعنی با مردم سر و کار داره. بخش ساختمان فعلا در شرایط بینابینیه، حالا دلیلش رو باش صحبت میکنم. صنایع بزرگ که صنایع بزرگ مثل مثلا ایران خودرو و سایپا، اینا اصلا کلا عملا شرایطشون بسیار بسیار بحرانیه و اصلا کلا به دلایل مختلف سمتش نباید رفت. بخش کشاورزی هم متاسفانه میگم فقط بخش هایی که صادرات محورن فقط